مصطفی دانش نویسنده کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا در روز چهارشنبه 24 ژوئیه 2024 ایران را مسئول تروریسم و کشتار در منطقه خاورمیانه و در نوار غزه معرفی کرد. نتانیاهو در سخنرانیش در کنگره از ایالات متحده آمریکا خواست در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل با کشور اسرائیل اتحاد امنیتی ایجاد بکنه و وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران بشه. نتانیاهو تاکید داشت که وقتی اسرائیل با حماس در نوار غزه و انصار الله در یمن و گروه های شیعه در عراق می جنگه، در حقیقت با ایران می جنگه. نتانیاهو افزود که اسرائیل نه فقط برای خود بلکه برای آمریکا نیز می جنگه و از همین رو پیروزی اسرائیل مقابل ایران پیروزی ایالات متحده آمریکا است. تمرکز اصلی سخنان نتانیاهو در کنگره آمریکا جنگ اسرائیل، ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و نتانیاهو چندین بار در سخنانش مدعی شد که دولت او با ایران در جنگه. او در سخنانش تاکید کرد که هدف جمهوری اسلامی ایران نابودی ایالات متحده آمریکا است، پس او به جانشینی از آمریکا بر علیه ایران می جنگه. آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا تلاش کرد که تصویری به نمایش بگذاره که بدون یک جنگ تمام عیار با ایران و نابودی جمهوری اسلامی هیچ گونه آرامشی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت و این بزرگترین خطر برای ایالات متحده آمریکا می باشه. بنابراین جهان متمدن غرب بایستی بر علیه وحشیان در ایران متحد شده و در یک جنگی همه جانبه جمهوری اسلامی باید از صحنه روزگار و صفحه روزگار محو بشه. جالب توجه در سخنرانی نتانیاهو این بود که او گفت ایران میخواد آقای دونالد ترامپ را ترور بکنه. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در امسال در بیانیه تازه‌ای در رابطه با ادعای آقای نتانیاهو و در واقع در پاسخ به ادعای نتانیاهو گفت که اگر ترور بشه ایران باید از صفحه روزگار محو بشه. آقای ترامپ در یک پیام در رسانه‌های اجتماعی نوشت اگر آنها ترامپ را ترور کنند که همیشه یک احتمال است، امیدوارم آمریکا ایران را از روی زمین محو بکنه. روزنامه هارتس انگلیسی اسرائیل به قلم استر سلیمان سردبیر روزنامه هارتس انگلیسی سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا را بازگشت به تبلیغات کلیسای بزرگ انجیلی و پیام‌های آخرالزمانی نامید. روزنامه هارتس سخنرانی نتانیاهو را تلاشی دانست برای بازگرداندن تمام عوام فریبی‌های قدیمی نتانیاهو. هارتس می‌نویسه که آقای نتانیاهو اتحاد آمریکا به اسرائیل را به عنوان نیروی الهی یاد کرد و گفت خداوند این اتحاد بزرگ بین اسرائیل و آمریکا را برای همیشه برکت بده. طبق نوشته هارتس، نتانیاهو اسرائیل را هم به عنوان پیروز و هم به عنوان قربانی معرفی کرد. او دولتش و شخص خودش را قربانی معرفی کرد و به وضوح منتقدان و
و ده ها هزار تظاهر کننده در اسرائیل و تظاهر کنندگان در ایالات متحده آمریکا را ابلهان مفید برای ایران و حامیان حماس خطاب کرد. آقای نتانیاهو با استفاده از اصطلاحات برخورد تمدن‌ها بر علیه وحوش و نفی نقش دولت افراطی‌اش و ارتش اسرائیل که باعث کشته شدن بیش از 39,000 فلسطینی بی‌گناه در نوار غزه شده و هزارها نفر در زیر آوارهای خانه‌هایشان جان دادند و در حدود 90,000 نفر زخمی شدند، از آیات کتاب مقدس خطاب به سربازان اسرائیل به عنوان شیرهای یهود، شیرهای اسرائیل یاد کرد. او به تمجید از دموکراسی قدرتمند و پویای اسرائیل پرداخت، در حالی که او و دولت افراطی‌اش بزرگترین ضربه را به جامعه اسرائیل زدند. مظلومیت اسرائیل را به کلی زیر سوال برده و در جوامع بین‌المللی و به ویژه کشورهای جنوب جهانی که همیشه در کنار اسرائیل بودند، اسرائیل را به انزوا کشانده است. روزنامه هارتس اشاره می‌کند که حتی 52 بار تشویق ایستاده نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره نتوانسته بر اوریانی سخنرانی نتانیاهو پرده بکشه. هارتس می‌نویسه که غیاب بیش از 80 عضو دموکرات کنگره که تصمیم به عدم حضور گرفته بودند به وضوح مشهود بود. در تمام طول سخنرانیش نتانیاهو از توافق برای آزادی گروگان‌ها یا آتش‌بس و یا راه حل دو کشور سخنی به میان نیاورد. حتی اشاره نتانیاهو به حمایت دو حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا از اسرائیل بیش از هر زمان دیگر شکننده به نظر می‌رسید. او گفت که آمریکا پشتیبان ماست از هر دو سوی راه را. او ادعا می‌کرد که هر جنگ در خان یونس در باریک غزه برای امنیت آمریکا حیاتی است و بنابراین آمریکا باید بدون قید و شرط از این جنگ در نوار غزه حمایت بکنه و نمیتونه منتی به سر اسرائیل داشته باشه. او گفت ما تنها از خودمان دفاع نمی کنیم، ما از شما دفاع می کنیم. جنگ ما جنگ شماست، پیروزی ما پیروزی شماست. روزنامه هارتس نوشت که نتانیاهو دیدگاه تاریکی را به تصویر کشید و سعی کرد که کالاهای منقضی شده خود را به جهان خارج بفروشه، به ویژه به مخاطبان داخلی که بارها و بارها نمایش شکست خورده او را شنیده و با عواقب آن زندگی کردند و اسرای اسرائیلی در غزه مردند. تا به حال ده ها هزار نفر از مردم اسرائیل در ده ها تظاهرات عظیم و مارش به تل‌آویو خواستار بازگشت اسرا به اسرائیل شدند. اکنون درخواستا برای خاتمه جنگ در نوار غزه در خارج و در داخل اسرائیل به وضوح شنیده می شوند. اما مذاکرات حاصلی ندارند و چشم‌اندازی برای توافق دیده نمی شه. حتی وزیر دفاع اسرائیل آقای آویو گالانت نتانیاهو را متهم می کنه که جلوی توافق ممکن با حماس را گرفته. تحت تأثیر احزاب بسیار افراطی آقای بن‌گویر وزیر امنیت ملی و اسموتریش وزیر دارایی و وزرای افراطی حزب لیکود، وزیر دفاع اسرائیل به طور مستمر فرمان حمله به مناطق نوار غزه میده و برای چندمین بار از آوارگان غزه میخواد که کمپ‌های خود را ترک بکنند، از منطقه به منطقه دیگری پناه ببرند، در حالی که آنها در همان مناطق امن هم بمباران می شوند و تعداد بیشماری بیگناه فلسطینی به قتل می رسند. اگر تا به حال راکت های حماس شلیک شده به اسرائیل رهگیری شده و تخریب می شدند، در ماه 19 ژوئیه 2024 یک راکت یمنی به ساختمانی در تل‌آویو در مرکز شهر اصابت کرد و کشته و زخمی بی جا گذاشت. در واقع رهبران انصارالله در یمن باید می دانستن که اسرائیل به تلافی از آن به یمن حمله و به طور شدید یمن را بمباران خواهد کرد. بلافاصله این اتفاق رخ داد و اسرائیل به مراکز سوخت یمن در بندر الهدیده حمله و
و آن را به آتش کشید. در سراسر جهان نگرانی شدیدی به وجود آمد که این اتفاق میتونه باعث درگیری بزرگی و غیر قابل کنترل در خاورمیانه شده و پای ایران را به این درگیری باز بکنه. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران پس از حمله اسرائیل به بندر الهدیده اخطار کرد که خطر یک درگیری همه جانبه وجود داره. در عکس العمل به این اخطار جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا در بیانیه گفت که آمریکا در این حمله نقشی نداشته و عربستان سعودی و مصر بلافاصله اعلام کردند که آنها آسمان کشورهایشان را برای حمله در اختیار نیروهای هوایی اسرائیل قرار ندادند. تا به حال راکت‌ها و پهپادهای انصارالله یمن ضربه به کشتی‌های تجارتی که به سوی اسرائیل در حرکت بودند می‌زدند و اسرائیل عکس العملی نشان نمی‌داد و یا پهپادها و راکت‌هایی که به سوی اسرائیل پرتاب می‌شدند رهگیری و خونسا می‌شدند. ولی پهپاد جدید یمن که ادعا میشه که رادار گریزه و توانست به تل اویو برسه، نگرانی شدیدی را در اسرائیل به وجود آورده. این در حالی است که تا به حال حزب الله لبنان هم از سه پهپاد مدرنی استفاده کرده که در عملیاتی به نام عملیات هدهد مناطق استراتژیک، نظامی و شهرهای بزرگ اسرائیل را عکس برداری کرده و اسرائیل نتوانسته مانع ورود این پهپادها به داخل خاک اسرائیل بشه. آخرین بار در روز چهارشنبه 24 ژوئیه 2024 حزب الله لبنان اعلام کرد که یک پهپادش قادر شده به داخل اسرائیل پرواز و مواضع مهم نظامی در مناطق مختلف در منطقه بندر حیفا را عکس برداری بکنه. این موارد باعث شده که متخصصین نظامی در غرب و حتی اسرائیل به این نتیجه برسند که حزب الله لبنان و انصار الله در یمن از فناوری به تکنولوژی بسیار مدرنی برخوردار هستند که قادرند از سیستم‌های چند لایه دفاعی اسرائیل عبور کنند. اینکه چنین تکنولوژی در اختیار حزب الله قرار داره و انصار الله قادر با پهپادی به تل اویو حمله بکنه و نه با پس از جنگ غزه و بمباران شدید بارکه غزه و اینکه اسرائیل ادعا میکنه که 60% جنگجویان حماس را به قتل رسانده، ولی هنوز هر روز از شمال تا جنوب این بارکه نیروهای فلسطینی به ارتش اسرائیل حمله و تعداد زیادی تانک و بولدوزرهای اسرائیلی را منهدم میکنند و سربازان اسرائیلی را به قتل میرسانند، باعث نگرانی شدید مقامات نظامی و امنیتی در اسرائیل و حتی در آمریکا شده و آنها خواهان آتش‌بس و خاتمه جنگ هستند. در دیداری سرد و بدون هیچ گونه لبخندی، در حالی که آقای نتانیاهو در دیدارش با خانم کامالا هریس لبخندی بر لب داشت، خانم هریس خواستار پایان جنگ در نوار غزه شد. خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و به احتمال قوی نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، در روز پنجشنبه 25 ژوئیه 2024 در دیدارش با آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وی خواست به زودی با حماس به توافق آتش‌بس دست یابد. کامالا هریس در دیدارش با نتانیاهو پیام آقای جو بایدن را تکرار کرد که زمان آن رسیده که پایانی برای جنگ در غزه پیدا بشه. خانم کامالا هریس در حالی که حماس را محکوم می‌کرد گفت آنچه در غزه در 9 ماه گذشته رخ داده ویرانگر است. تصاویر کودکان مرده و افراد مستعصم و گرسنه که برای امنیت فرار می‌کنند و گاهی اوقات برای بار دوم، سوم یا چهارم آواره می‌شوند. هریس گفت که ما نمی‌توانیم در مواجهه با این فجایع نگاه خود را برگردانیم. ما نمی‌توانیم به خود اجازه دهیم که در برابر این رنج بی تفاوت شویم. این هزارات خانم حریف در حالی بود که آقای نتانیاهو در سخنرانیش در کنگره منکر شد که مردم بیگناه در غزه کشته می شوند. در روز 16 ژوئیه در روزنامه جروزالم پست اسرائیل
نامه ای از 500 اساتید دانشگاه اسرائیل خطاب به آقای مایک جانسون سخنگوی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد. در این نامه اساتید اسرائیلی به دعوت نتانیاهو به کنگره برای سخنرانی اعتراض کرده بودند. اساتید دانشگاه اسرائیل در نامه خود نوشتند که به رئیس دولت اسرائیل داده می شود که برای توهماتی تبلیغ بکنه که او با تصور موعودگرایانه همپیمانانش در دولت اسرائیل مشترکه. آنها در نامه خود با مایک جانسون نوشتند که حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا توأم است با نظریات سیاسی و دیپلماتیکی که نه تنها اسرائیل را به خطر می اندازه بلکه تمام جهان آزاد را به مخاطره خواهد انداخت. در نامه اساتید دانشگاه آمده که به کسی این تریبون در کنگره داده میشه که پشت به ملتش کرده و مسئول بزرگترین فاجعه است که ملت یهود از زمان هولوکاست با آن روبروست. در حالی که نتانیاهو در کنگره میگوید ایران بزرگترین خطر موجودیتی برای اسرائیل و آمریکا و تمدن بشری است و باید در اتحادی با آن مقابله کرد، آقای لیمسی گراهام عضو بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا در روز چهارشنبه 24 ژوئیه 2024 اعلام کرد که کسانی که این رژیم تروریستی در ایران را ثروتمند می کنند خیلی قبلتر باید هزینه چنین اقدامی را می پرداختند و هیچ هزینه‌ای بهتر از اعمال تعرفه بر محصولاتی که آنها وارد آمریکا می کنند نمی باشد. در واقع روی سخن آقای گراهام با چین و رئیس جمهور چین شی جین پینگ می باشد که روزانه بیش از 1,200,000 بشکه نفت از ایران خریداری می کنه. گراهام در بیانیه خود یادآور شد که ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات از همان روز اول فشار حد اکثری بر ایران را اعمال خواهد کرد. گراهام می گوید که تعرفه‌های گمرکی بر کشورهایی که تروریسم و آیت الله ها را تقویت می کنند شروع بسیار خوبی می باشد. گراهام تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تهدید بزرگ برای آمریکا و اسرائیل و باید با کسانی که ایران را تقویت می کنند برخورد کرد، زیرا با دور زدن تحریم ها توسط کشورها جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی خودش را به کار می بره تا گروه هایی چون حماس، حزب الله، انصار الله یمن را مورد پشتیبانی مالی قرار بده. گراهام فراموش کرده که پس از ترامپ که تعرفه های گمرکی برای کالاهای چینی را بسیار بالا برده بود، دولت آقای جو بایدن به بسیاری از کالاهای چینی تعرفه های بیش از 100% را بسته، اما همچنان چین به خرید نفت ایران ادامه میده. آقای گراهام فراموش میکنه که 16,000 بسته تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه روسیه نه تنها اقتصاد روسیه را با فروپاشی روبرو نکرده، بلکه کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان مانند هند، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و به کلی کشورهای جنوب جهانی تحریم‌های آمریکا را نپذیرفتند و بر روابط اقتصادی و تجاری خود و همکاری در زمینه انرژی با روسیه را ادامه دادند. روسیه بزرگترین صادرکننده نفت و گاز در جهان باقی مانده. امروز شرایط جهانی 4 سال پس از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ به کلی تغییر یافتند. جنگ اوکراین نقطه عطفی در این تغییرات اساسی است. روسیه هم اکنون 80 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر میکنه و به موجب گزارشی که وزارت خارجه روسیه منتشر کرده و قرارداد 25 ساله میان روسیه و جمهوری اسلامی ایران را رؤسای جمهوری دو کشور به زودی امضا خواهند کرد. بر اساس یک چنین قراردادی به زودی قرارداد گاز بین ایران و روسیه قطعی میشه و احتمالاً به زودی امضا میشه. در واقع با اتفاقاتی که در اروپا رخ داد و اشتباهاتی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد نفت و گاز روسیه کردند و خط لوله‌های نورد استریم 1 و 2 به آلمان را قطع و ورود گاز روسیه را به اروپا و آلمان قطع کردند،
110 میلیارد متر مکعب گازی که از روسیه به اروپا وارد میشد، اکنون این گاز میتونه از طریق خط لوله جدیدی از بحر خزر به ایران برسه. در واقع خط لوله روسیه از طریق بحر خزر به ایران جایگزین خطوط لوله نورد استریم 1 و 2 میشه. 110 میلیارد متر مکعب گاز که در آینده نزدیک از روسیه وارد ایران میشه، به پاکستان و از طریق پاکستان به هند صادر خواهد شد. روسیه تعهد کرده که کل هزینه خط لوله گاز بحر خزر به ایران را به عهده میگیره، این خط لوله را میسازه و امنیتش را تامین میکنه و ایران را تبدیل به یک هاب انرژی در غرب و جنوب آسیا مینماید. انتقال گاز روسیه از شمال به جنوب و به پاکستان و هند ده ها میلیارد دلار سالانه به صندوق دولت ایران وارد میکنه و این خود باعث وابستگی هرچه بیشتر روسیه به ایران میشه. از طرف دیگر کمبود گاز صنایع ایران در زمستان را تامین و گاز لازم را برای پالایشگاه ها و تولید صنعتی در ایران تامین میکنه. سفر آقای مودی نخست وزیر هند به مسکو در ماه ژوئن 2024 و استقبال بی سابقه و گرمی که آقای پوتین از او در مسکو کرد و مودی پوتین را بهترین دوست خود معرفی کرد، نشان دهنده این است که سومین کشور بزرگ اقتصادی جهان تسلیم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه روسیه نشد. در واقع هند در این طرح گاز روسیه و ایران نقش مهمی را در ساختن خط لوله گاز از روسیه به ایران و صدور گاز به پاکستان که تشنه گاز بازی می‌کنه. در واقع سیاست‌های تحریمی غرب در جنگ روسیه و تحریم‌های روسیه نتیجه معکوس داده و نه تنها جمهوری اسلامی ایران را در آینده نزدیکی تبدیل به هاب انرژی در غرب و جنوب آسیا، هند و پاکستان میکنه، بلکه کشورهای منطقه را به ایران وابسته خواهد کرد. بنابراین برخلاف انتظار سیاستمداران آمریکا، حتی با آمدن احتمالی آقای ترامپ به کاخ سفید، نه تنها ایران با مشکلات بزرگی برای فروش نفت و گاز روبرو نمیشه، بلکه برعکس پروژه گاز که منافع روسیه، هند، پاکستان را تامین میکنه منجر به تقویت جمهوری اسلامی شده و باعث اهمیت استراتژیک ایران در خاورمیانه میشه، تا جایی که حتی کشورهای عربی هم پیمانان ایالات متحده آمریکا مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و غیره هم به خاطر امنیت و ثبات خودشون با ایران مدارا و همکاری خواهند کرد. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیو آگاهی کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310 477 74 77 kitab.com